سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من دریا نوریازر هستم، مدرس ترکی استانبولی. تو این ویدیو میخوایم در مورد ساعتها با هم صحبت کنیم. تمام مباحثش رو هرچی که لازم باشه در مورد ساعتها بدونید رو بهتون میگم. هم وقتی که از یه نفر ساعت پرسیدید، ساعت پرسیدن رو بهتون یاد میدم که راحت ساعت کاچه. وقتی که طرف مقابلتون جواب داد، بعد از دیدن این ویدیو متوجه میشین ساعت چنده یا نه. مهمتر از همه، وقتی یکی ازتون ساعت پرسید بتونید جواب بدید که ساعت چنده، ساعتتون نگاه کنید و ساعت رو بگید که چنده. و یه سری موردهای دیگه جمله سازی میخوام با ساعت بکنم که حتی بگم تو پلنامون اگه ساعت رو بیاریم چی؟ فقط ساعت خوندن که نی. مثلا میخوام بگم که آقا من 9 رو بیدار میشم، من چه میدونم 10:50 از خونه خارج میشم. اینا رو هم تو جمله سازی باید بتونیم مطرح کنیم، فقط که به ساعت نگاه کردن و ساعت خوندن نیست. تمام موارد مورد نیاز رو تو این ویدیو میخوام بهتون بگم. در حالت کلی ببینید دوستان، ما ساعت چنده رو با دو حالت بیان میکنیم. ساعت چنده چه شکلی بگیم؟ ساعت چنده رو میتونیم با این فعل بیان کنیم. ساعت کاچ، ساعت چنده، ساعت کاچ. میخوای ساعت بپرسی، ساعت کاچ، ساعت چنده. حالا بیایم بریم به این سوال ساعت کاچ جواب بدیم. چطور میتونیم جواب بدیم به این ساعت؟ بچه ها ما کلن 4 تا گروه داریم، 4 تا دسته‌بندی داریم که ساعت تو هر عددی باشه، یعنی هر عددی رو نشون بده، مسلماً و قطعاً تو یکی از این گروه ها باید قرار بگیره. یعنی من کل مبحث ساعت رو به 4 تا گروه طبقه بندی کردم. هر گروه شیوه خاص خودشو داره برای ساعت گفتن. کافی از اون رو تبعیت بکنی، از اون ساختار استفاده کنی تا بتونی هر ساعتی که باشه رو بتونی بیان بکنی. بریم با هم داشته باشیم. آقا یکی هم از ساعت پرسیده، ساعت کاچ، ساعت چنده. من میخوام جواب بدم. مورد یک، گروه یک، اگر ساعتمون روند باشه، یعنی عقربه یه دقیقه شما روی 12 باشه، مثل این تصویر که داری میبینی، 8، حالا 8 نه 7، 6، 5، 4، 3، عقربه یه دقیقه شما روی 12 باشه، یعنی ساعتمون روند باشه. خب من چجوری میتونم بگم ساعت چنده؟ میتونم میام بگم خیلی راحته، ساعت سکیز، ساعت 8، تموم. چیز دیگه ای ندارم که ساعت 8. میخوام بگم ساعت 4، میام میگم ساعت دارت، ساعت دارت، ساعت 4. بله، خب این سری میخوام بگم ساعت 12، میایم میگیم ساعت اون ایکی، تموم شد. پس گروه 1 رو یاد گرفتی. اگر ساعتت روند باشه چجوری بگی؟ آقا ساعت 1، ساعت بیر، ساعت 7، ساعت 7، ساعت 12، ساعت اون ایکی، ساعت 3، ساعت 3، تموم شد. این از گروه 1 یاد گرفتیم. بریم حالا سراغ گروه 2. گروه 2 اون دسته از ساعت هایی هستن که عقربه دقیقه شمارش مثل این که داری میبینی روی 6، یعنی نیم داره، مثل 1.5، 2.5، 3.5، 4.5، برو بالا تا 12. پس گروه 2مونم مربوط به ساعت هایی هستش که عقربه دقیقه شمارش روی 6، یعنی نیم داره، 2.5، 4.5، 7.5. اینا رو چجوری مطرح میکنیم؟ خیلی ساده است. میای میگی ساعت، یکی از من ساعت پرسید دوباره، در یه ساعت کاچ، میخوام بگم ساعت 1:30. کلمه ساعت رو میگم به اضافه ساعت 1:30، ساعت بیر بوچوک، تموم شد. آقا کلمه بوچوک که داری میبینی یعنی نیم ساعت، یعنی اتوز داکیکا، یعنی اتوز داکیکا، یعنی 30 دقیقه. پس کلمه بوچوک همون نیم خودمون تو فارسیه، میخوام بگیم 1:30، ساعت بیر بوچوک. میخوام بگم ساعت 2:30، ساعت ایکی بوچوک. میخوام بگم ساعت 9:30، ساعت
دوکوز بوچوک. اینم از گروه دو. پس گروه یک ساعت‌های روندم بودن، ساعت دو، ساعت یکی، ساعت هشت، ساعت سکیز. گروه دو ساعت‌هایی بودن که نیم داشتن، مثل دو نیم، ایکی بوچوک، مثل هشت و نیم، سکیز بوچوک، مثل نه و نیم، دوکوز بوچوک. تموم شد. اینم از گروه دو. بریم، اینم از گروه دو. بریم سراغ گروه سه. گروه سه چیه؟ گروه سه اون دسته از ساعت‌هایی هستن که عقربه دقیق شمارش، نگاه کن، بین 12 تا 6 باشه. یعنی سمت راست نیم کره ساعتمون باشه. مثلا چی؟ مثل 8 و 5 دقیقه، 8 و 10 دقیقه، 8 و ربع، 8 و 20 دقیقه، 25 دقیقه. پس اگه عقربه دقیق شمارت بین 1 تا عدد 29 باشه، یعنی سمت راست نیم کره ساعتت باشه، میشه گروه 3. اینم اون دسته از ساعتهایی که عقربه دقیق شمار سمت راست نیم کره ساعت. حالا چجوری بیان میکنیم اینا رو؟ خیلی راحته. این جمله که من میگم رو تکرار کنید، با این استفاده کنید، بعد اون موقع دیگه تو ذهنتون میمونه و خیلی هم راحت استفاده میکنید. جملم چیه؟ جملم اینه، با ساعت بیاین بهتون بگم. میخوام بگم ساعت 3:05، باید بگم 3:05 میگذرد. تموم. انگار داری رسمی میگی. 3:05 میگذره. 3:05 میگذره. آقا سه چی میشه؟ میشه اوچ. سه را. را رو چجوری میگفتیم در زبان ترکی؟ با استفاده از حرف اضافه ای، ای، او، او. حالا بر اساس آخرین حرف صدادارمون، چون او داریم، از او استفاده میکنیم. میشه اوچو. سه رو. چند دقیقه میگذره؟ 5 دقیقه. بش گچیور. دوستان کلمه گچیور یعنی میگذرد، میگذره. 3:05 میگذره. 3:05 میگذره. بریم بعدی. میخوام بگم 7:10 میگذره. ساعت 7 رو. خود 7 یه دیه. را بخوایم بگیم یه ای میذاریم، دو تا صدا دار کنار هم یه میانجی. 7:10 میگذره. اون گچیور. میخوام بگم 10:10 میگذره، میگم ساعت 10 میشه اون 10 را، میشه اونو، اون گچیور. پایینی میخوام بگم ساعت 5:15. دقت کن به این ساعت. هم میتونی بگی ساعت 5 میشه بش، بشی میشه 5:15. هم میتونی بگی ساعت بشی، اون بش گچیور. هم به جای کلمه اونبش از کلمه روب استفاده کنین. بچه کلمه روب همون شیرک هستش. میتونی بگی ساعت بشی اونبش گچیو، یا ساعت بشی چیرک گچیو. میتونی به جای 15 کلمه چیرک رو که روب هستش رو استفاده بکنی. پس نکتش و ساختارش رو این بالا نوشتم. اگه ساعت رو، ساعت اصلی 3 دیگه، این ساعت شماره، این دقیقه شماره، اگه ساعت شماره رو مثل 3, 7, 10, 5 رو اول میاری به اضافه را مفعولی، 3:05 میگذره، 7:10 میگذره، 8:15 میگذره، به اضافه را مفعولی میکنی، این از اینجا، پس ساعتت هر چند که باشه، به اضافه را مفعولی، به اضافه کلمه دقیقت، حالا هر چند دقیقه که میگذره، اینجا 5 دقیقه میگذره، اینجا 10 دقیقه، اینجا 10 دقیقه، اینجا 1 رو مینویسی، به اضافه فعل گچیور، اوچو بش دکیکا. حالا میتونی کلمه دکیکا رو هم بیاری، میتونی نیاری، معمولا استفاده نمیشه. به جای اینکه مثلا بگی اوچو بش دکیکا گچیور، میتونی بگی ساعت اوچو بش گچیور، به جای ساعت اوچو بش دکیکا گچیور. اینم از این. پس آقا ما 3 تا گروه خوندیم تا اینجا. گروه 1 ساعت‌های روند، ساعت 2، ساعت 2. گروه 2 ساعت‌هایی که نیم دارن، مثل 2 نیم، 2 بوچوک، عدد به اضافه کلمه بوچوک. ساعت‌هایی که عقربه دقیق شمار سمت راست نیم کره ساعت باشن، مثل 2:10 میشه 2 اون گچیو. 2:20 2 20 گچیو. 2:25 2:25 گچیو. 2 ربع 2 چیرک گچیو، یا 2 15 گچیو. تمام.
بیایم بریم حالا سراغ گروه چهار. گروه چهار هم چیه؟ گروه چهار اینه که آقا عقربه دقیق شمار سمت چپ نیم کره ساعت باشه، مثل 6 تا 12. دقیق شمارت بین 6 تا 12 باشه، یعنی 31 تا 59 باشه. 7 تا 35، 7 تا 40، 45، 50، 55، 54، 52، 38، 32. خلاصه عقربه دقیق شمار بین 31 تا 59 اگر باشد گروه چهار هستش، گروه مد نظر ما. اونم خیلی راحته. بیاین دوباره با ساعت بهتون توضیح بدم. 8:45 دقیقه رو این دفعه میخوام بگم 8:45 دقیقه. 8:45 دقیقه در واقع چه ساعتیه؟ یه رو به نوه دیگه. باید بگی به نوه یک رب مونده. به نوه یک رب مونده. دوباره ساعت عدد ساعت شمارتو مینویسی. به نوه. نوه میشه دوکوز. به اضافه کلمه به، حرف اضافه به رو چجوری می آوردیم؟ با استفاده از آ یا ا. اگه یک کلمه ای رو به اضافه آ بکنی یا ا بکنی، در واقع به رو چسبوندی بهش. حالا آ برای کلن ها استفاده میشه، اونایی که آخرین حرف صدا دارشون کلنن، یعنی آ، ا، او، او هستن. ا برای اون دسته از کلماتی استفاده میشه که آخرین حرف صدا دارش این ج هستش، یعنی ا، ای، ا، او. حالا میخوام نه رو بگم به نه. کافی از آیا استفاده کنم. آیا ا؟ معلومه که آ. چرا؟ چون او جزء حروف کلونه. ساعت دو کوزا، ساعت به نه، یه روب مونده، چیرک وار مونده، یا ساعت دو کوزا اون بش وار. گفتم به جای چیرک میتونی اون بش رو بگی، ولی چیرک رایج‌تر، همونطور که خودمون روب رو بیشتر از 15 استفاده میکنیم. 11:55 ساعت 5 دقیقه به 12. دوباره ساعتتو میگی، ساعت شماره تو. ساعت به 12:05 دقیقه مانده. اون ایکیه بش، یالا بذارین عددشو بنویسم، بش وار تموم شد. 2:35 یعنی به 3:25 دقیقه مونده، میشه ساعت به 3:35 یرمی بش وار. 6:40 دقیقه یعنی به 7:20 دقیقه مونده، میشه ساعت یه دیگه یرمی وار. ساعت یه دیگه یرمی وار. پس اینم از آخرین گروهمون که باید میگفتم بهتون. پس بچه ها گروه آخرمون، اگه عقربه دقیق شمار سمت چپ نیم کره ساعتمون، یعنی اینها، از این 6 باشه تا 12، از گروه 4 استفاده میکنی. اول ساعتتو میاری به اضافه به، بعد دقیقتو میاری به اضافه کلمه وار میکنی. مثلا باید بگی که 1:50 دقیقه رو باید بگی به 2:10 دقیقه مونده. 7:43 دقیقه رو به 8:43 میشه 17. به 8:17 دقیقه مونده، میشه سکیزه اون یه دیوار. پس راحت، زیادم سخت نیست. کافی این نکته رو یاد بگیری. ببین اونا که گروه یکو بلدی خیلی راحته، 2 3 4 بهش. 2 رو بلدی، بوچوک استفاده میکنی به اضافه عدد. شاید تو گروه 3 و 4 یه خورده سردرگم بشی. پیشنهاد میکنم یاد بگیری گروه 3، اونی که سمت راست نیم کاری ساعت عقربه دقیق شمارش، حرف اضافهش را هستش، فعلش گچیور هستش. اگر سمت چپ باشه عقربه دقیق شمار، حرف اضافت به هستش و فعلت وار هستش. اینم میتونی به این شکل حفظ بکنی. حالا آقا تموم شد، اینم از ساعت هامون. بیاین یه چند تا مورد رو با هم بررسی بکنیم از ساعت ها. لطفا شما هم این ساعتی که میبینی چند تا مورد داریم؟ 12 تا مورد داریم. این 12 مورد رو خودتون جواب بدین رو کاغذ، بعد ویدیو رو پلی کنید و با هم چک کنیم. ساعت اولمون 2:10 دقیقه هستش. 2:10 دقیقه میشه عقربه چیز کدوم حالتمونه؟ گروه 1، 2، 3، 4 کدومه؟ عقربه دقیق شمارم این 10 دقیقه بین 12 تا 6، پس گروه 3، اونی که را داشت و گچیور، میشه ایکیی اون گچیور. ایکیی اون گچیور.
بریم سراغ گروه دو چیز ساعت دوم. ساعت دوممون اینه، 7:05 میگذره، دوباره عقربه دقیقه شمار این سمت هستش، 7:05 میگذره، میشه یه دیگی بش گچیور، تموشت، یه دیگی بش گچیور. ساعت 3:05 است، میشه، حالا ساعتشو نمی نویسم، میتونیم بیاری میتونی نیاری، ساعت 3:05 3:05 بریم گروه 4. گروه 4 ساعت 3:15 هستش، ساعت 3:15 هستش، میشه چی؟ 3:35 دوباره چیرک یا میتونی از اون بش استفاده کنی، 3:45 گچیور یا 3:15 گچیور. تمام، این از این. بریم سراغ پنجمین ساعتمون، سراغ پنجمین ساعتمون. ساعت به 3:10 مونده، به 3:10 مونده، ساعت 3:10 تموم شد، 3:10. بریم ساعت ششممون رو کار کنیم. ساعت چنده؟ یه رو به 3 دیگه باید بگیم، به 3:15 مونده، میشه 3 دوباره چیرک یا کلمه 15 3:45 وار. بریم ساعت 4 رو بررسی کنیم، 4 چیه؟ 7 رو بررسی بکنیم. ساعت 3:20 دقت کن، ساعت 3:20 عقربه دقیقه شمار سمت راست ساعت هستش، باید بگی 3:20 گچیور. بریم سراغ ساعت 8. ساعت 8:30، ساعت 8:30 چجوری میگفتیم؟ گروه 2 هستش، میشه ساعت 8:30 بوچوک، تموم شد، ساعت 8:30 بوچوک. والا اینو حس کنیم از اینجا، تعادلش به هم خورد، من چیز شدم. خب به این شکل حالا شد، مرتب شد. بریم سراغ ساعت 9. ساعت چنده؟ 10:00 به 4، به 4 10 مونده، 4 بچه ها میشه دورت، به 4 یعنی باید یه ا اضافه کنی، طبق قاعده نرم شدن حروف بی صدا ت ما به د نرم میشه، درده اون وار، درده اون وار. بریم دهمین ساعتمون، 2:25، 2:25 میگذرد، گروه 3 هستش، ای کی ییر می بش گچیور. ساعت 11 به 4:05 مونده، نه 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 11:20 است، 11:20 است، گروه 3 هستش، عقربه دقیقه شمار 20 سمت راسته، میشه اون بیری 20 گچیور. بریم سراغ ساعت 12 ساعت اون ایکی، تموم شد، ساعت اون ایکی، ساعت 12. بچه ها ما کلن کافی همینو یاد بگیری، 4 گروه داریم، گروه اول رنده، گروه دومونی که نیم داره، گروه سوم عقربه دقیقه شمار سمت راسته، گروه چهارم عقربه دقیقه شمار سمت چپ قرار گرفته. حالا دیگه را و به و گچی و روار رو هم که دیگه اونقدر باید کار کنید تا یادتون بمونه. یه نکته مونده، نکته خیلی خیلی مهمه مونده، اونم اینه
تا اینجای کار من یه نفر وقتی از من ساعت پرسید میتونم جواب بدم. ساعت کاچ ساعت دو نیم ایکی بوچوک. ساعت 3:35 یعنی به 4:25 مونده. 4:25 ساعت چنده؟ ساعت 7. ساعت 7. ساعت چنده؟ ساعت 7:10 است. 7 اونگه چیو؟ با استفاده از تمام این نکاتی که گفتم الان میتونم وقتی یکی سوال پرسید بگم ساعت چنده. ولی نکته ای که هست اینه که آقا بلکه من نمیخوام ساعت الان رو بگم، بلکه میخوام ساعت رو توی پلنام بیارم، بگم مثلا من ساعت چه میدونم 10:30 از خونه خارج میشم، بلکه میخوام بگم ساعت 4:15 جلسه شروع میشه. اینا رو میخوام بگم، نمیخوام در جواب ساعت چنده یه نفر ساعت رو جواب بدم. اون موقع نکته داریم. یک، ساعت چنده دیگه نیست، ساعت چنده دیگه نیست سوالمون. مثلا سوال اینه، ساعت چند میخوابی؟ سواله، پلنو دارم میپرسم، برنامه دارم میپرسم، ساعت چند میخوابی؟ میشه ساعت کاچتا اویویورسون، ساعت کاچتا اویورسون، ساعت چند میخوابی؟ حالا جواب دادنش هم میگم چجوری جواب میدیم. حالا نه، این سری میخوام بگم ساعت چند از خونه خارج میشی؟ ساعت چند خونه میزنی بیرون؟ ساعت کاچتا اودن چکیورسون، ساعت چند از خونه خارج میشی؟ این دفعه میخوام بگم ساعت چند غذا میخوری؟ ساعت کاچتا یمک یورسون، ساعت چند غذا میخوری؟ پس خواستی پلم بپرسی، فعلت کلمت قسمت اصلیت، اینجوری بگم قسمت اصلیت ساعت کاچت میشه ساعت کاچ تا، به اضافه کاری که حالا سوالی که داری، چند غذا میخوری، میخوابی، بیدار میشی، جیم میری، یا حالا هر چی دیگه، هر پلن و مورد دیگه ای. این از سوال. حالا چجوری جواب بدی؟ بیاییم به این سوالا، بذاری چند تا سوال دیگه بپرسم، بر اساس اون رو بیاییم جواب بدیم. مثلا مورد دیگه، ساعت کاچتا درسین بیتیور، سوالی که همیشه از من میپرسن، ساعت چند درست کلاس تموم میشه؟ ساعت کاچتا درسین بیتیور. ساعت چند میای خونه؟ ساعت کاچتا اوه گلیور سون، ساعت چند میای خونه؟ سوال بعدی، سریال ساعت چند شروع میشه؟ مثلا ساعت کاچتا دیزی، یعنی سریال دیزی باشلیور، ساعت چند سریال شروع میشه؟ ساعت کاچتا دیزی باشلیور. یا مورد بعدی، ساعت کاچتا سپور یا پویورسون، ساعت چند ورزش میکنی؟ یا ساعت کاچتا دیگه چی بگیم؟ خونه می اومد و رفتیم، بیدار میشی. ساعت کاچتا اویانیورسون. این سوالای منه که فکر نکنم مشکلی داشته باشیم. بریم حالا جواب بدیم. مثلا ساعت کاچتا اویورسون، مثلا میخوام جواب بدم من ساعت چه میدونم 1 میخوابم، من ساعت 1 میخوابم، ساعتم رونده دیگه، درسته؟ ببین چه جوری جواب میدم. ساعت بیرده اویویوروم، ساعت بیرده اویویوروم، در ساعت 1 میخوابم. بچه ها دوباره ما خواستیم به اینو جواب بدیم، دوباره 4 گروه بیشتر نداریم دیگه، درسته؟ یعنی چون ساعتت هر چند که باشه یکی از این 4 تا گروه باید قرار بگیره. اگر ساعتت روند باشه، ساعتی که میخوای صحبت بکنی در موردش روند باشه، به این شکل مطرح میکنی، ساعت روند تو به اضافه داده تاته میکنی. ساعت بیرده اویویوروم، ساعت سکیزده اویویوروم، ساعت دوکوزدا اویویوروم، ساعت ایکیده اویویوروم، ساعت اچته اویویوروم. اوکی؟
پس این از مورد دو، مبحث دو ساعت ها که وقتی داریم پلن و برنامه و اینا رو میگیم و زمانی که ساعتمون گروه یک هستش، یعنی روند هستش. ساعت عدد به اضافه داده تاته بر اساس آخرین حرف و آخرین حرف صدا دار. بریم به سوال دو جواب بدیم. ساعت کچتا ابدن چکیوسون، ساعت چند از خونه خارج میشی؟ میخوام بگم ساعت دو نیم از خونه خارج میشم. جواب میدم ببینید. ساعت ایکی بود شوک تا ابدن چکیوروم. این هم دقیقا مثل گروه قبلیه، ساعتم به اضافه داده تا چه باید بشه، ولی با یک تفاوت که کارمونم راحت تر میکنه. این داده تا چه ما قراره به کلمه بوچوک بچسبه. آقا بوچوک ثابته دیگه، پس تو نمیتونی بگی بوچوک دا چون آخرین حرفش فستکشه ها، باید بگی ت. نمیتونی بگی بوچوک ت چون آخرین حرف صدا دارش او اکلنه، باید بگی آ. پس دیگه مثل قبلی داده تا ته رو بر اساس آخرین عددت، بر اساس آخرین کلمت انتخاب نمی کنی. کلمه آخرت که بوچوک هستش ثابته، پس تا میره میچسبه به بوچوک. ایکی بوچوک تا ابدن چکیورم. اوکیه، بریم حالا بعدی. حالا مثلا ساعت 4:30 از خونه خارج میشم، دورت بوچوک تا اودن چیکیوروم. 9:30 از خونه خارج میشم، دوکوز بوچوک تا اودن چیکیوروم. 8:30 از خونه خارج میشم، سکیز بوچوک تا اودن چیکیوروم. بریم بعدی. ساعت کاچتا یمکیوسون، ساعت چند غذا میخوری؟ مثلا میخوام بگم 2:10. ساعت 2:10 رو چجوری میگفتیم؟ 2:10 میگذرد میگفتیم، درسته؟ بیا ببین چجوری دارم میرم جلو. ساعت 2:10 یمک، ای بابا، یمک یوروم. ساعت 2:10 یمک یوروم. آقا فرق پلن گفتن من با فرق این، با سوال این که یه نفر میپرسه ساعت چند و وقتی من میخوام بهش بگم ساعت 2:10 چیه، فرق این حالتی که الان مورد پلن بررسی میکنیم با قبلی ها چیه تو این گروه؟ هیچی. به جای فعل گچیور از فعل گچه باید استفاده کنی. تموم. دیدی اختلاف گروه یک با مورد قبلی در داده تاته بود؟ باید بگی در ساعت یک غذا میخورم، در ساعت دو میخوابم. گروه دو هم دقیقا به همین شکل بود، در ساعت 2:30 از خونه خارج میشم، در ساعت 10:30 از خونه خارج میشم. فرق گروه یک و دو خیلی مشخص بود، زایه بود. گروه سه هم زایه از خدایی. به جای گچیور از گچه استفاده کن. تموم. باید بگی دو رو یه روب گذشته از خونه خارج میشم. آقا گذشته معادلش تو فارسی گچه هستش. تو قبلی میگفتیم دو رو یه روب میگذرد، میگذرد معادلش گچیور بودش. پس اگه بخوای ساعت کاچو جواب بدی، دقت کن، اگه بخوای ساعت کاچو جواب بدی و گروهت سه باشه، مثلا ساعت 4:15 میشه ساعت 4:15 گچیو. نه نمیخوام به ساعت چند جواب بدم، میخوام پلنمو بگم. بگم آقا 4:15 کلاسم شروع میشه، میشه 4:15 گچه درسیم باشلیو. دیگه نمیگم 4:15 گچیور درسیم باشلیو. فعل گچیور تبدیل شد به گچه. حالا اگه عقربه دقیق شمار سمت چپ باشه، یعنی گروه 4 باشه چی؟ تو گروه 4 هم فعلمون فقط عوض میشه. ساعت کاشته درسیم بیتیو، میخوام جواب بدم ساعت مثلا 10:00 به 9 میشه، به 9 10 مونده. دو کوزا اون کالا درسیم بی تیور. به جای فعل وار این سری تو پلنام اومدم گفتم کالا. سا دو کوزا اون کالا درسیم بی تیور. میخوام بگم مثلا 8:40 یعنی 20 به 9. دو کوزا یرمی کالا درسیم بی تیور. میخوام بگم 7:45 یعنی به 8 1 رو بونده. سکیزه چیره کالا
درسیم بیتیو. به جای وار از کالا استفاده کردم. حالا دیگه موضوع رو میدونی، بیا با هم یه سری سوالا رو جواب بدیم. ساعت کاچتا اوگیلیوسون، ساعت چند خونه میای؟ میخوام مثلا بگم ساعت 7:30 میام خونه. ساعت یدی بوچوکتا اوگیلیورون. دقت کن، اگه ازت میپرسیدم ساعت چنده، ساعت کاچ، در جواب برمیگشتی من چی میگفتی؟ سکیز بوچوک، تمام. حالا دارم میپرسم ساعت چند چی خونه میای؟ باید بگی در ساعت 7:30 خونه میام. ساعت یدی بوچوکتا اوگیلیورون. فرق قبلی که جواب ساعت کاچ بود با الان که پلنمونه، در فقط حرف تا هستش تو گروه دو، بوچوکتا میشه. اینو میخوام جواب بدم. ساعت کاچته دیزی باشلیو، ساعت چند سریال شروع میشه؟ مثلا 9:25. 9:25. 9:25 گذشته سریال شروع میشه. میشه ساعت دوکوزو یرمه بش گچه دیزی باشلیور. اگه میپرسیدم ساعت کاچ ساعت چنده، ساعتتو نگاه میکردی میگفتی 9:25 است، میشه ساعت دوکوزو یرمه بش گچیو. ولی الان دارم ازت پلن میپرسم، بحث دوممونه که یه سری تغییرات داشت با قبلی. گفتم تو گروه 3 و 4 فعلت عوض میشه. دوکوزو یرمی گچه دیزی باشلیو، سکیزی اون گچه دیزی باشلیو، یدی چیره گچه دیزی باشلیو، اوچو بش گچه دیزی باشلیو. بیا رو بریم به این سوال جواب بدیم. ساعت کاشت سپوریو پیسون، ساعت چند ورزش میکنی؟ ساعت مثلا 7، نه 6. ساعت 6:00 سپور یاپیورم. ساعت 6:00 سپور یاپیورم. 6 یک دا گرف، یا این شکلی میتونی بنویسی. 6:00. ساعت کاچته اویونیوسون، ساعت چند بیدار میشی؟ 7:50 بیدار میشم. ساعت 8:00 اون کالا اویانیورم. دیگه به جای وار از کالا استفاده کردم. این دفعه دیگه تموم شد. تموم شد. کلن دیگه هر مبحثی که مربوط به ساعت بود رو بهتون گفتم. یک بار دیگه یک مرور کوچیک بکنیم. تموم. در حالت کلی در مبحث ساعت ها دو تا مبحث داریم. یا اینکه یکی ازت ساعت میپرسه، به ساعت جواب میدی، نگاه میکنی و جواب میدی. یا اینکه چی میشه؟ در مورد ساعت تو جمله هات میخوای از ساعت استفاده کنی، در واقع پلنتو برنامه‌تو بگی. جز این دو حالت نی، یا ساعتتو نگاه میکنی به ساعت جواب میدی ساعت چنده یعنی در واقع، یا پلنتو میگی. در مرحله اول تو قسمت قبلی، مبحث قبلی، به ساعت کاچ جواب دادیم. نحوه جواب دادن به ساعت چنده رو بهتون گفتم، که گفتم آقا ما 4 گروه داریم. ساعت هر عددی باشه باید تو یکی از این 4 گروه قرار بگیره. گروه یکمون ساعت‌های روند بود. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 1. چیکار می‌کردی؟ فقط عدد می‌گفتی. ساعت بیر، ساعت اوچ، ساعت یدی، ساعت دوکو، ساعت اون بیر. گروه دو ساعت‌هایی بودن که نیم داشتن. 2:30, 7:30, 9:30, 10:30. 2:00, 3:00, 5:00, 6:00, 9:00. اینا گروه دو. گروه سه ساعت‌هایی بودن که عقربه دقیق شمار سمت راست نیم کره ساعت هم بود. مثل 2:10، 2:15، 2:25، 2:27. 2:10 گچیو، 2:40 گچیو، 2:20 گچیو، 2:25 گچیو، 2:27 گچیو. گروه چهار عقربه دقیق شمار رنگ سمت چپ نیم کره ساعتمون باشن. مثلا 7:35، 7:40، 7:45، 7:48، 7:50، 55. باید بگی سکیزه اون بشوار، سکیزه یرمه وار، سکیزه اون وار، سکیزه اوچ وار، اوچ دکیکا وار، سکیزه یرمه بش وار. تموم شد. این از مبحث ساعت کاچ. حالا میخوام ساعت رو بیارم تو جمله هم، پلنم و برنامم رو بگم.
گفتیم آقا این هم دقیقا مثل 4 تا گروهی که با هم بررسی کردیم، فقط یه سری تغییرات جزئی داره. مثلا تغییرات جزئی گروه 1 اینه که ساعت رو با داده تات حرف اضافی در باید بیاری. مثلا ساعت ایکی ده یمکی یوروم، اوچ ته یمکی یوروم، سکیز ده یمکی یوروم، آلتی دا یمکی یوروم. گروه دومی که نیم داشت، دوباره گفتم بوچوکم که نیم هستش به اضافه تا میشه، چون بوچوکم ثابته دیگه، دا نمیتونه به بوچوک بچسبه که بر اساس آخرین حرف و آخرین حرف صدا داره، فقط تا بهش میخوره. ساعت یدی بوچوک تا اوکولا گیدیوروم، ساعت دوکوز بوچوک تا کافه گیدیوروم، ساعت اوچ بوچوک تا درسیم باشلیو. گروه 3 فرقش چی بود با قبلی؟ تغییر جزئیش چی بود؟ فعل گچیور به گچه تبدیل میشه. مثلا ایکی اون گچه اندیزی باشلیو، چه میدونم اوچو اون بش گچه یا چیرک گچه اویون اوینیورم، دردو یرمی گچه ادولریمی یپیورم، یا بشی یرمی یدی گچه درس چالیشیورم. اینم از این. بریم گروه 4. فرق گروه 4 با قبلی چیه؟ تغییر جزئیش که میگم چیه؟ دوباره فعلش عوض میشه، یعنی وار میشه کالا. مثلا میخوام بگم ایکیه اون کالا، ایکیه اون کالا درس بیتیو، سکیزه چیره کالا درس باشلیو، دوکوزا یرمی کالا سپور یپیورم، آلتیا یرمی بش کالا کشویورم. به جای وار کالا رو استفاده کردم، تمام. جز این نکته دیگه نکته خاصی وجود نداره، همه موردها رو گفتم. فقط یه مورد هست، یه نکته هست که باید بهتون بگم در مورد نحوه دیگه ای ساعت خوندنه. ببین ما مثلا میتونیم بگیم ساعت 1:15 رو میتونیم بگیم بیر اون بش، بیر اون بش 1:15، فقط عددو بگیم. از من بپرسی کدوم رایج تره، پرسیدم، بررسی کردم، پرسجو کردم که میدونم اون روشی که الان بهتون گفتم رایج تره، یعنی بیری چیره گچیو رایج تره. ولی میتونی بگی بیر اون بش، میتونی بگی مثلا اون اچ اون بش، گفته میشه، خیلی کم کاربرد. ولی این نه، ولی این نه. مثلا ساعت 6:05 رو نمیتونی بگی آلتو بش، باید بگی آلتوی بش. که چی؟ آلتو بش بگی متوجه نمیشه، آلتو بش بگی متوجه نمیشه، باید بگی آلتوی بش. که چیو؟ چرا؟ کدومو میتونم عددی بخونم، کدومو میتونم مثل نمونه قبلی بخونم، و یا باید مثل نمونه قبلی بخونم. یه چند مورد بذار بنویسم براتون، خودتون تشخیص میدیم. این ساعت ها رو نگاه کن، به دو شکل میخوام بخونم. اگه عددی باشه عددی میتونم بخونم، عددیشو میخونم. اگه مثل نمونه قبلی باشه نمونه قبلیشم میخونم، یا اگه نمیشه میگم بهتون. آقا این یک رو با هم میتونی بگی بیری اون بش که چیو، هم میتونی بگی بیر اون بش. این از این. رایتشترش کدومه؟ اونی که بگی بیری چیرکی اون بش که چیو. 13:15 میتونی بگی ساعت اونچ اون بش، ساعت بیر اون بش، یادا ساعت بیری اون بش گچیو. کدومش رایجه؟ بیری اون بش گچیو. اینو نگاه کن، نمیتونی بگی آلتو بش، باید بگی آلتوی بش گچیو. چرا؟ برای اینکه دقیقت، عدد دقیقت تک رقمیه. اگر دو رقمی بود میتونستی عدد رو پشت هم بخونی، مثل اینجا که گفتم بیر اون بش، اونوچ اون بش، اون بش. ولی نمیتونی بگی آلتو بش. اگه 20 بش باشه یه چیزی، 6:20 بش. اگه 35 باشه میتونی بگی 6:30 بش، 6:40 بش. نمیتونی بگی 6 بش. پس اگر عددت تک رقمی باشه عقربه دقیقت، نمیتونی از سریع خوندن استفاده کنی و روش دومی استفاده کنی. اینو نگاه کن، میتونی بگی 16:30 بش، میتونی بگی 4:30 بش، میتونی بگی 4 بشه 20 بشوار، بشه 20 بشوار. کدومش رایج‌تره؟ بشه 20 بشوار. ساعت 8:15 میتونی بگی سکیز چیرک گچیو، 20 چیرک گچیو، که سکیز چیرک گچیو رایج‌تره. میتونی بگی سکیز اون بش، ولی نمیتونی بگی 20 بش. انگار طرف فکر می‌کنه میگه 25،
25 دیگه چیه؟ باید بگی 25 گچیو یا رایشترش 8 بش گچیو. پس توی این ساعت‌های روند این که سریع میخونیم تو فارسی ما به این شکل میخونیم، اگر عقربه دقیقت دو رقمی باشه میتونی بگی مثلا یدیون، یدیون بش، یدی یرمی، یدی اوتوز بش، یدی کرک بش، یدی الی بش. ولی باشه یدی اوچ نباید بخونی، یدی دورت نباید بخونی، یدی آلت نباید بخونی، تک رقمیه. اینم از این تموم. این ساعت رو شما برای من بخونید، تو کامنت ها بنویسید، بگید ساعت مثلا 6:20. 6:20 رو به دو حالت بنویسید. اگه میشه بنویسید 6:20، یعنی حالتی که الان بهتون یاد دادم 6:20، ببین میشه یا نه طبق توضیحاتم. یکی هم موردی که قبلش بهت گفتم دیگه، 6:20 میگذره. اینو تو قسمت کامنت ها بنویسید، من چک میکنم. من فکر میکنم که دیگه من نهایت تلاشمو کردم، با نهایت تمام اطلاعاتی که داشتم در اختیار شما قرار دادم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین، ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفا اگه ویدیو رو دوست داشتید، مفید باشه براتون، مفید هست، اگر لایک رو فراموش نکنید. من نظرهای خوبتون رو من وقتی تو قسمت کامنت ها میبینم خیلی خیلی خوشحال میشم. مرسی که هستین. اگه کانالم سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. مواظب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی. خوشحالن.